با بهترین درودها بر شما هممیهنان ارجمندم در همه جای جهان، خاصه هممیهنان عزیز در مام میهن ایران زمین. همچون همیشه نوبت به برنامه خبری تحلیلی صفحه یک رسید که در طول 25 دقیقه با تازه های از ایران، منطقه و جهان مهمان خانه های شماست. برنامه های امشب صفحه یک رو میگوشیم با مروری بر سرفصل اهم عناوین مطالب منتخب امشب. پایان کنفرانس اقتصادی میان سران کشورهای عضو اکو در پاکستان با حواشی پیش آمده. در این نشست اقتصادی از جمله دیدار و گفتگوی روحانی و اردوغان، موج جدید تهدیدات تنش‌آفرین سرداران نظامی سپاه قدس منتسب به خامنه‌ای علیه کشور عربستان با ادبیاتی به غایت غیر متعارف، ادامه جنجال مدیران دو تابعیتی با ورود دادستان به این پرونده، آتش سوزی در دومین بنای معروف و مشهور پایتخت ساختمان تئاتر شهر تهران پس از پلاسکو البته با مهار آتش، در عرصه حقوق بشر اشاره های تازه توسط همسر احمد منتظری از بازداشت یک شبه این فرزند منتقد آیت الله منتظری و مخالفت خامنه ای با بازداشت ایشان، و تازه هایی از آخرین فعل و انفعالات انتخاباتی در ایران در حوزه خبرهای منطقه‌ای، موصل و لحظه های سرنوشت ساز آزادسازی این شهر تاریخی عراق با تصرف آخرین جاده غرب موصل و محاصره شبه نظامیان داعشی. در عرصه خبرهای فرامنطقه‌ای غوغا در دو کاخ اصلی در دو سوی جهان، کاخ کرملین و کاخ سفید در روسیه و آمریکا. کرملین منتظر اقدامات ترامپ و کاخ سفید در پی افشای اسرار عهد اوباما در مهربانی‌هایش با جمهوری اسلامی ایران. سرفصل اهم مطالب و موضوعات برگزیده امشب پنجشنبه 12 اسفند ماه ایرانی برابر با دوم ماه مارس 2017 میلادی است که در غیاب روزنامه‌های امروز در طول زمانی کمتر از نیم ساعت به آگاهی شما بینندگان عزیز خواهد رسید. تا بازخوانی مشروع مطالب امشب همچون همیشه و همه شب با ما باشید و بنشینید. درودی دوباره. محضر یکایک شما هممیهنان و همراهان همیشه همراه برنامه های ایران فردا، خاصه مشتاقان آگاهی و دانایی در برنامه شامگاهی صفحه یک. کنفرانس اکو در پاکستان و دیدارهای مقامات مسئول کشورهای حضور یافته از جمله دیدار حسن روحانی و رجب طیب اردوغان پس از مدتها تنش‌های تریبونی فیما بین مرتوجه رسانه‌های منطقه‌ای و داخلی ایران قرار گرفت، تا جایی که در این دیدار و گفتگوی کوتاه هم ماجرای سوریه با لسانی مستتر و بعضاً آشکار بحث اصلی دو طرف گفتگو بود. در این میان حسن روحانی رئیس جمهور ایران در این دیدار با طیب اردوغان همتای ترک خود گفت که کشورش با نقض تمامیت ارضی در منطقه به ویژه در سوریه و عراق مخالف است. این دیدار که در حاشیه اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی موسوم به اکو در اسلام‌آباد پاکستان برگزار شد، بر تحولات منطقه به خصوص بررسی وضعیت سوریه و عراق و روابط دو جانبه تجاری متمرکز بود. به گزارش خبرگزاری‌های دولتی و رسمی ایران، آقای حسن روحانی از جمله در این دیدار گفت که باید تلاش کنیم تا جنگ و خونریزی و مداخله قدرت‌های خارجی در منطقه هرچه زودتر متوقف شود. بر این اساس روحانی حل اختلافات سیاسی میان ترکیه و ایران رو برای ثبات منطقه مفید دانسته است. نظر به بروز و ظهور تنش‌های دیپلماتیک در چند هفته اخیر میان ایران و ترکیه، به نظر می‌رسد دو طرف با تدبیر تازه، شاید هم با طعم تجارت، در صدد مهار بحران‌های پیش رویشان باشند. در هر روی بنابر گزارش‌های منتشره، اردوغان نیز در این دیدار از آمادگی ترکیه برای نهایی کردن قرارداد تجارت ترجیحی با ایران و گسترش مبادلات تجاری دو طرف به سقف 30 میلیارد دلار خبر داده است. همان گونه که اشاره نمودیم،
این دیدار پس از تنش‌های چند هفته پیش میان دو کشور صورت گرفت که دو طرف با اظهارات گاه و بیگاه گزنده موجب تشدید تنش‌ها شده بودند. از جمله حدود دو هفته پیش مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه در نشست امنیتی مونیخ ایران رو متهم کرده بود که با ترویج فرقه‌گرایی ثبات رو در بسیاری از کشورهای منطقه مانند عربستان، بحرین و کشورهای حوزه خلیج فارس تضعیف می‌کند. Is unfortunately undermining the stability in many regional countries, in Bahrain, in Saudi Arabia, in other Gulf countries. And Iran is trying to make Syria and Iraq a Shia, two Shia states, which is also very dangerous. And we need to encourage Iran to stop this kind of ambitions for the stability and security. او گفته بود که ایران سعی دارد عراق و سوریه را به دو کشور شیعه تبدیل کند که این بسیار خطرناک است. در همین راستا لازم به توضیح که اشاره نمایم که کشورهای شرکت کننده در 13 اجلاس سران سازمان همکاری اقتصادی اکو در اسلام آباد پایتخت پاکستان دیروز چهارشنبه 11 اسفند در بیانیه پایانی این نشست عمدتاً به لزوم برقراری امنیت و مبارزه با تروریسم و گسترش همکاری‌های اقتصادی در منطقه تأکید کردند. به آگاهی شما بینندگان عزیز می‌رسانم که علاوه بر ایران، ترکیه، پاکستان و افغانستان، کشورهای آسیای مرکزی و جمهوری آذربایجان از اعضای این سازمان اقتصادی منطقه‌ای هستند. شرکت کنندگان در اجلاس اکو توافق کردند که به طور جمعی با چالش تروریسم مبارزه کنند و به تلاش‌های خود برای همکاری در زمینه‌های تجارت، انرژی و توسعه زیرساخت‌ها بیفزایند. در این اجلاس یک روزه 10 کشور عضو اکو برنامه موسوم به چشم‌انداز 2025 رو برای گسترش تجارت و سامان اقتصادی بین کشورهای عضو نهایی کردند و به تصویب رساندند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران نیز در اظهاراتی بیان داشت که تا زمانی که امنیت در مخاطره باشد چشم‌انداز روشنی برای توسعه و شکوفایی وجود نخواهند داشت. رئیس جمهور ایران بدون اشاره به مداخلات عیان و نهان و پیدا و آشکار نیروهای نظامی سپاه در میادینی از عراق و سوریه با خانش یک سویه تروریسم و تفکرات تکفیری رو تهدید مشترکی فراروی جهانیان دانست و گفت که هماهنگی و همکاری در مقابله با این پدیده شوم به یک ضرورت تبدیل شده است. خبرها و نظرها را دنبال می‌کنیم با تازه‌ترین اظهار موضع نظامیان منتسب به رهبری ایران که کماکان بدون هر گونه ملاحظه دیپلماتیک متعارف با سعودی ستیزی کم سابقه ای در صدد هرچه تنشی نگه داشتن روابط این دو کشور مسلمان منطقه‌ای هستند. در این راستا در تازه ترین اظهار موضع جانشین سپاه قدس گفت که ما عربستان را عددی حساب نمی کنیم. عربستان یک موجود پست است و ریشش کنده خواهد شد. ادبیاتی به غایت حرمت شکن، تنش‌زا و خصمانه که با هیچ مؤلفه انسانی و منش ایرانی و حسن همجواری نیز نمی‌خواند. به گزارش خبرگزاری‌های نزدیک به سپاه از جمله تسنیم از مشهد، سردار اسماعیل قاآنی جانشین سپاه قدس در مراسمی با نام یادواره شهدای لشکر فاطمیون در تالار قدس با اشاره به اینکه درباره فاطمیون حرف‌های مختلفی زده می‌شود گفت که عناوین مختلفی برای فاطمیون گفته شده. یگان، لشکر و بچه‌های فاطمیون بخشی از اینهاست، اما اگر عمیق نگاه کنیم فاطمیون از جنس عاشورا است. فاطمیون یک یگان و لشکر عادی نیست، یک مجموعه که گرد هم آمده باشد نیست، اگرچه اینها را در درون دارند، اما اصل معنای فاطمیون این است که فاطمیون یک فرهنگ جدید است. ایشان با لحنی غیر متعارف در مسیر سعودی ستیزی مستمر و افراطی با واژگانی دون شأن رسانه می گفت ما عربستان را عددی حساب نمی کنیم. عربستان یک موجود پست است که بدون اراده خودش آمریکا از جیبش پول برمی دارد و به تکفیری ها می دهد. عربستان یک رژیم نفهم است که به حول و قوه الهی ریشش کنده خواهد شد. این مقام نظامی بدخوی ادامه می داد که انگلیس و آمریکا دشمن ما هستند که ناپاکترین آدم های دنیا را جمع کردند و به جان مسلمانان منطقه انداختند.
که بسیار پوزش میخوام از بازخوانی واژگانی چنین رکیگ و نامحترم که ناگزیر برای گردش آگاهی به آن اشاره نمودم. در ادامه خبرها و نظرها باز از یک تازی های نظامیان سپاه پاسداران میخواندیم که از هوافضا گرفته تا مداخلات هست و تا تنش‌آفرینی های دیپلماسی منطقه ای رو شامل می شوند و تمامی فرماندهان ارشد این نهاد نظامی گاه و بیگاه کماکان بر مردان معترض به نتیجه انتخابات سال 88 می شورند. در تازه ترین اظهار مواضع نظامیان، جانشین عملیات قرارگاه سارالله گفت که فتنه‌گر صدور انقلاب رو به تأخیر انداخت. علیرضا ربیعی جانشین عملیات قرارگاه سارالله گفت در شرایطی که انقلاب اسلامی در حال نفوذ به قلب آفریقا و اروپا بود، رفتار فتنه انگیزانه برخی در واقع در وقایع سال 88 باعث ایجاد چالش جدی در داخل کشور و در نتیجه به تأخیر افتادن صدور انقلاب شد. سردار ربیعی با اشاره به اینکه در سال 88 برخی از درون نظام با رهبری همراهی کردن گفت که اگر نخبگان و عوامل فتنه با رهبری و ولایت همراهی می‌کردند، آمریکا و عربستان تجربه و فرصتی برای تشکیل گروه‌های تروریستی و تکفیری نمی‌یافتند. به گفته ربیعی، اگر نخبگان بی‌بصیرت با ملت و رهبری همراهی می‌کردند، امروز به جای مبارزه با جبهه استکبار در غرب آسیا، میدان نبرد رزمندگان اسلام در کنار رود نیل با رژیم اسرائیل بود. منظور این نظامیان از خواص بی‌بصیرت کماکان عمدتاً به هاشمی رفسنجانی است و فتنه‌گران هم که به طور مشخص به آقایان میرحسین موسوی، کروبی به خانم زهرا رهنورد و هر از گاهی نیز محمد خاتمی گفته می شود که همگی در حبس و حصر هستند و عملاً قدرت هیچ گونه دفاع از خود رو نیز ندارند. هاشمی هم که پیشتر درگذشت ولی این هجمه ها بدون توقف کماکان ادامه دارد. خبرها و نظرها را با خبرهایی از حوزه حقوق بشر در ایران دنبال می‌کنم که گویا در فرایند قضایی حتی دستور رهبری بالاترین مقام حاکم در ایران هم مانع انتقام جویی ها و کینه توزی های سیاسی برخی از فقهای حاکم در ایران نمی شود. ماجرای بازداشت یک شبه احمد منتظری فرزند آیت الله منتظری از زبان همسرش پرده از نقش روحانیون صاحب نفوذی کنار می زد که گویا هر کسی در آن سرزمین هر گونه که بخواهد عمل می کند. ابراهیم رئیسی نمونه تازه از خودسری های حقوقی است که در این خبر به جنبه‌هایی از آن نگاه می‌اندازیم. بر اساس گزارش‌های منتشره، زهرا ربانی املشی همسر احمد منتظری گفت که آیت الله علی خامنه‌ای مخالف اجرای حکم زندان همسرش بود، اما ابراهیم رئیسی به عنوان دادستان دادگاه ویژه روحانیت بر اجرای حکم اصرار داشته است. خانم املشی همچنین اشاره کرد که وزارت اطلاعات دولت روحانی نیز مخالف اجرای حکم زندان احمد منتظری بود. همون گونه که شما بینندگان عزیز آگاهید و در منابع مختلف خبری اطلاع یافتید، احمد منتظری در پی انتشار فایل صوتی اعتراض پدرش به اعدام‌های سال 67 پس از چندین مرتبه احضار به دادگاه ویژه روحانیت به 21 سال حبس محکوم شده بود. آیت الله منتظری در آن فایل صوتی مشهور اعدام‌های مرداد سال 67 رو جنایت خوانده بود و گفته بود که بزرگترین جنایتی که در جمهوری اسلامی شده و تاریخ ما را محکوم می کند به دست شما انجام شده است، که گویا در آن جلسه خود آقای رئیسی نیز حضور داشت. در این راستا خانم املشی چند روز پس از آزادی همسرش ضمن بازکاوی ابعاد تازه‌ای از روند بازداشت احمد منتظری گفت که ابراهیم رئیسی دادستان دادگاه ویژه روحانیت که خود یکی از مخاطبان اعتراض آیت الله منتظری به اعدام‌های سال 67 در فایل صوتی جنجالی است، در بازداشت منتظری دست داشته است. زهرا ربانی املشی اضافه کرد که آیت الله خامنه ای در پاسخ به نامه موسوی شبیری زنجانی که از مراجع تقلید اعلام کرده بود که مخالف اجرای حکم احمد منتظری است، اما این حکم با پیگیری شخص آقای رئیسی اجرا شد. ایشان همچنین با ابراز نارضایتی از روند کینه توزانه و انتقام جویانه و غیر حقوقی در نظام قضایی ایران گفت که چرا باید در مملکت این طور باشد که یکی بگوید برو، یکی بگوید نرو این اوج بیقانونی است. خبرها و نظرها را با تازه‌ترین جنجال حول مدیران
دو تابعیتی در دولت روحانی ادامه می دهیم. ماجرایی که روزی وزیر اطلاعات دولت روحانی منکر هر گونه مدیر دو تابعیتی در کشور شد و در دیگر سو قوه قضاییه اصرار دارد که چند نفری هستند و به مرور لیست خواهیم داد. در میان این هیاهو، جمشید انصاری رئیس سازمان امور اداری استخدامی از نامه دادستان کل کشور به وزارت اطلاعات و معرفی 13 مدیر دو تابعیتی خبر داد. به گزارش منابع خبری در ایران، جمشید انصاری درباره نامه گفت که در این نامه 13 نفر از مدیران دو تابعیتی بر اساس اطلاعاتی که به دادستانی رسیده بود برای بررسی صحت و سقم آن به وزارت اطلاعات ارسال شده است. ایشان اشاره کرد که تا پیش از این تنها یک نفر از مدیران وزارت ارتباطات دو تابعیتی بود که 3-4 ماه گذشته اعلام شد و مورد دیگری گزارش نشده است. رئیس سازمان امور اداری و استخدامی درباره اینکه سازوکاری برای جلوگیری استخدام دو تابعیتی ها اندیشیده شده است یا خیر گفت: استخدام بر اساس اظهارات متقاضی است و اگر مواردی کشف شود قانون دست ما را باز گذاشته تا با آن برخورد کنیم. پیش از این محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور به دنبال سخنان محمود علوی وزیر اطلاعات که وجود مدیران دو تابعیتی را رد کرده بود گفت که فهرست مدیران دو تابعیتی به وزارت اطلاعات ارسال شده است. کماکان بیننده برنامه شامگاهی صفحه 1 هستید که با آخرین و تازه ترین خبرها و نظرها از ایران، منطقه و جهان مهمان خانه های شماست. جدلها حول جنجال مدیران دو تابعیتی و استخدام چند تن از شهروندان ایرانی دو تابعیتی در حالی میان دو نهاد قضایی و اجرایی در حال اوج است که محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور موسوم به پاک دست تاریخ جمهوری اسلامی و مورد حمایت همه جانبه علی خامنه ای، علی‌رغم اثبات فسادهای گسترده اش در 8 سال مدیریت سیاسی ایشان، کماکان مسئول از هر گونه تحقیق و تفحص قضایی است. در این راستا اعتراض مطهری به عدم برخورد با احمدی نژاد و کوتاهی قوه قضاییه مورد تحلیل و واکاوی برخی از رسانه‌ها قرار گرفت. علی مطهری نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در این راستا اشاره کرد که قوه قضاییه در برخورد با تخلفات نفتی دولت قبل کوتاهی کرده است. مطهری در گفتگویی با ایسنا درباره مصوبه اخیر مجلس مبنی بر تشکیل کارگروهی برای تسویه برداشت‌های غیرقانونی نفتی در دولت نهم و دهم گفت این کار نیاز به قانون ندارد. دیوان محاسبات باید گزارشات خود رو به قوه قضاییه ارائه کند. این گزارشات به مجلس هم ارائه شده، اما ظاهراً حکمی در قانون دیوان محاسبات وجود دارد که در زمان رئیس جمهور مستقر نمی شود به اتهاماتش رسیدگی کرد تا کار کشور مختل نشود. ایشان افزود متاسفانه این حکم بر اساس تفاسیری به بعد از دوران ریاست جمهوری نیز تسری پیدا کرده و اینطور برداشت کردند که هر کس زمانی رئیس جمهور بوده بعدن نمیتوان به اتهاماتش رسیدگی کرد، که این غلط است. نائب رئیس مجلس ایران ادامه داد که با وجود این حکم قانونی بعد از دوران ریاست جمهوری منعی برای رسیدگی به تخلفات وجود نداشته و میتوانستن موضوع را بررسی و حکم صادر کنند، اما در واقع کوتاهی شده است. این امر نیاز به قانون جدید مجلس ندارد، اما برای محکم کاری در قانون بودجه سال 96 گنجانده شده است. مطهری در پایان اظهار می کرد که به نظر من دستگاه قضایی در برخورد با این تخلفات کوتاهی کرده و ملاحظات و رودربایستی ها باعث شده که این کار انجام نشود. مجموعی از خبرها و نظرها عمدتاً با محور ایران رو با هم دیدیم و شنیدیم. تا ثانی های دیگر با موضوعاتی دیگر از دفتر صفحه 1 به صفحه رسانه هایتان باز خواهیم گشت. با ما باشید و بنشینید. درودی دوباره. محضر شما بینندگان عزیز، خبرها و نظرها را با رویدادهای منطقه‌ای دنبال می‌کنیم. عراق، سوریه، روسیه بر صدر خبرهای
منطقه جهان جای داشتند که به تناسب زمان به آنها نگاهی خواهیم داشت. نخست به سوریه سری میزنیم که در تازه ترین کنش ها و واکنش ها سازمان ملل دو گروه درگیر در میادین رزم سوریه رو محکوم به جنایات جنگی کرد. به گزارش اسوشیتد پرس در این گزارش تصریح شده که دو طرف در این درگیری در طول ماهای خشونت بی امان بی محابا زنان کودکان و مردان را کشتند. کارشناسان سازمان ملل از جمله گفتند که حکومت سوریه با حمایت روسیه مسئول مرگ صدها غیر نظامی و از بین بردن بیمارستانها، مدارس و بازارها هستند. طبق این گزارش روسیه و سوریه از ماه ژوئیه تا 22 دسامبر روزانه شرق حلب را مورد بمباران قرار دادند. پائولو پینهیرو مسئول این کمیته تحقیقاتی سازمان ملل در یک کنفرانس خبری گفت یتیم خانه ها، مدارس و خانه ها با خاک یکسان شدند. گزارش سازمان ملل متحد تأکید می کرد که شورشیان در شرق حلب نیز با گلوله باران بی هدف غرب حلب که تحت کنترل نیروهای دولت بود شمار زیادی را کشته و زخمی کرده اند. آنها مانع فرار غیر نظامیان از مناطق تحت محاصره شده اند و با سپر قرار دادن غیر نظامیان مرتکب جنایت جنگی شده اند. از سوریه به عراق می رویم که این روزها و در بیشتر خبرهای منطقه‌ای همچنان بین این دو سرزمین در ترددیم. از عراق خبرهای نسبتا خوب به گوش می رسید، مبنی بر اینکه نیروهای داعش در شهر موسل عملا محاصره شدند. بر اساس گزارش ها واحدهای ارتش عراق با حمایت آمریکا روز چهارشنبه آخرین جاده خروجی از غرب موسل رو در اختیار گرفتند و به این ترتیب شبه نظامیان گروه حکومتی اسلامی در ناحیه محدودی در داخل شهر محاصره شدند. یک ژنرال لشکر نهم زرهی عراق به خبرگزاری رویترز گفت که نیروهای این لشکر در 1 کیلومتری دروازه سوریه در غرب شهر موسل هستند. به گزارش رویترز، جاده تصرف شده موسل را به شهر تل عفر مرتبط می‌کند که یکی دیگر از پایگاه‌های مهم گروه حکومت اسلامی در 60 کیلومتری غرب موسل است و از آنجا به سمت سوریه ادامه می‌یابد. و آخرین خبر کوتاه باز از ایران است که در آخرین لحظه‌های تنظیم خبر دریافت شد. همون گونه که در صدر موضوعات خبری امشب اشاره نمودیم، پس از پلاسکو ساختمان تئاتر شهر تهران نیز دچار آتش سوزی شد که البته بر اساس گزارش ها با همت آتش نشانان مهار شد. اما در همین زمینه و مضمون گوییا جمعی از نمایندگان مجلس به آیت الله علی خامنه ای رهبری ایران نسبت به اوضاع آشفته پایتخت هشدار دادند. بر اساس گزارش ها ابوالفضل ابوترابی نماینده مجلس گفت که 73 نفر از نمایندگان درباره وضعیت تهران با آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نامه نوشتند. این عضو کمیسیون شوراها با اشاره به آتش سوزی ساختمان پلاسکو گفت که این حادثه زنگ خطر و هشدار جدی در حوزه شهری بود و این نمایندگان در نامه خود به رهبر جمهوری اسلامی خواستند تا رهنمودهای لازم رو به مسئولان مربوطه برای انتقال پایتخت ابلاغ کنند. و با این خبر وقت برنامه امشب ما نیز در همین مقال و مجال به پایان میرسد. تا شامگاه فردا در ایران فردا، بامداد روشن، بدرود.